هوشنگ اسنیاری کارشناس مسائل نظامی همراه ما هستند. به نظر میرسه که حمله به کشتی‌ها و منافع مرتبط با اسرائیل در دریا آقای اسنیاری به صورت سریالی در حال اتفاق افتادنه. چقدر به جنگ اسرائیل و حماس مرتبطه؟ درود بر شما خانم صادقی و ملت شجاع ایران. ببینین اینجا این اون چیزی که اتفاق میفته در دریا کاملا مرتبط هست با جنگی که در غزه انجام شده و ادامه پیدا خواهد کرد، به این معنا که جمهوری اسلامی موفق شده که گروه‌های مزدور خود رو در منطقه فعال بکنه، حال که خود جمهوری اسلامی رهبر و سپاه پاسداران به خاطر مواضعی که گرفتن در مورد جنگ کاملا در برابر انظار و جامعه ایران و همینطور گروه های نیابتی خود به اصطلاح لخت شدن، به اوریان شدن و دستشون خالیه، ناچار هستن که این گروه های مزدور اینها رو فعال بکنن و اون چیزی که شما اشاره کردین، کشتی دیگری هم در شمال اقیانوس هند توسط پهپادی به قول آمریکایی ها شاهد 136 جمهوری اسلامی مورد حمله نظامی قرار گرفته و در نتیجه این جنگ دریایی اگر بشود نامش رو گذاشت به شکل دیگری دنبالی جنگ غزه است و دقیقاً به خاطر این است که گروه های نیابتی و بخصوص جمهوری اسلامی حاضر نیستند که مستقیما وارد این جنگ بشوند و روبرو بشوند با نیروهای نظامی اسرائیل و آمریکا، که در اون صورت وضعیت بسیار بسیار مشکل خواهد شد برای جمهوری اسلامی. به همین خاطر هست که رهبر جمهوری اسلامی اشاره میکنه که ما هیچ دخالتی در این هفتم اکتبر، یعنی حمله گروه حماس به اسرائیل نداشتیم. ما خواهان این هستیم که جنگ گسترش پیدا نکنه. بنابراین این دنبالی اون هست و بایستی دید که این گروه های مزدور تا کی حاضر هستند قبول بکنند پیرو دستورات تهران بمانند. هوشنگ اسنیاری کارشناس مسائل نظامی، خیلی ممنونم از توضیحات شما.